سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. توی یکی از روزای گرم تابستونی اومدم درکه و دربند کوههای خنک تهران. قرار حال و هوای مردم و نوع پوشش تابستونشون رو توی این روز شلوغ گرم تابستونی و دمای 33 درجه که از بادم خبر نیستش با شما دوستان به اشتراک بذارم. و حالا اوه عجب ضربه ای، بریم سراغ شادی های رنگارنگ مردم همراه با رنگ های شاد تابستونی. قیمت آلوچه که دم عید بودش. آقا آلوچه ها چنده؟ کیلو چنده؟ و حالا بعد تنها چهار ماه کیلو چند الان؟ 400. امیدوارم تونسته باشم تشویقتون کنم که این ویدیو رو تا آخر مشاهده کنید و با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید. توی یکی از روزهای گرم تابستونی و تعطیلی مدارس اومدم کوه که اولش درکه هستش، اونم تو اولین تعطیلی فصل تابستون، و قدم زدم به سمت درکه‌ای که یکی از جاهای خنک تو گرمای تابستونه. اما اینجا از باد خبری نیستش و قشنگ وسط ظل آفتاب دارم میرم بالا. این خانم رو مشاهده کنید که روسریش هم انداخته روی صورتشو داره میدوه. اما باز نسبت به مرکز شهر با آلودگی اونجا کوههای تهران یه جورایی بهشته و جاهای خنک تهران به حساب میاد. مردم به صرف انسان بودنشون دارای حق انتخاب هستن و عموماً مبنای انتخابشون علاقه شخصیه و نه فشار جمع. پس امیدوارم برای دیگران حق انتخاب قائل باشیم و احترام به تصمیمشون بذاریم. اگه اینو گفتم منظورم نوع پوشش و رنگ لباسشونه که هر کسی با هر پوشش و هر رنگی رو اینجا میتونی ببینی. روزام انقدر طولانی هست که بشه به تمام کارهای روزمره‌ت برسی و معمولا شباش دور همه دوستانه است، چون باز کمی هوا خنک‌تر میشه. یادش بخیر تو دوران مدرسه‌مون تابستون پادشاه فصلامون بودش. تابستون که می اومد و مدارس تعطیل می شد، البته اگه تجدیدی نمی آوردیم می رفتیم خونه پدر بزرگم چند روزی رو، که یه باغ میوه داشت پر از میوه‌های تابستونی که بیشترش انگور بودن و منم مشغول انگور چیدن. خوابیدن چند نفری کنار هم با پسرعموهام داخل پشه‌بند بالا پشتمون خونه خودمون یا خونه عموم کنار پسرعموهام. خدایش کیا یادشونه، مطمئنن اکثر دوران نوجوانیامون این شکلی بودش. اون عزیزایی که چند سال ایران نیستن فرق پوشش رو توی چند ساله اخیر و به مرور زمان مشاهده میکنن که چقدر تغییر کرده. اما هوام واقعا مثل چند سال قبل نیستش و واقعا گرماش حتی شبام هستش. حالا نمیدونم با اینکه دمام فقط 33 درجه هستش اما حسابی گرمه. انگار قشنگ تو چله تابستونی، انگار نه انگار که تازه وارد تابستون شدیم و تنها یه هفته ای فقط میگذره از این فصل که دوران بچگیمون واسمون بهترین فصل بودش و گرماش خیلی کاری به بازی تابستونمون نداشت. اما حالا و به مرور زمان تحمل این گرما برامون کمی سخت شده. حالا فکر کن اگه بری مرکز شهر و یا جنوب شهر و آلودگی چه اتفاقی میفته؟ هوام که اونجا چند درجه گرمتر هستش نسبت به شمال تهران.
تازه اخبارم گفته که هفته پیش رو گرم‌ترین هوای تابستون برای تهران پیش بینی شده. وقتی هوا حسابی گرم میشه واسه خنک موندن به چیزی خنک‌تر از بستنی و یخ در بهشت و میوه‌ی تابستونی نیازه تا گرما زده نشی. اما خوردن بستنی و آب میوه حالتونو خوب میکنه و تو این گرمای تابستون حسابی مزه میده. دیدن میوه‌های تابستونی رنگارنگ و یخ در بهشت کنارش که حسابی آدمو یاد گرما و آتش تابستونه میندازه، مخصوصا اگه تو مسیر برگشت از کوه باشی، اونم وسط ظهر. میوه‌های تابستونی هم که مثل آلو، زردآلو، هلو، طالبی، هندونه و کلی میوه‌های تابستونی که حسابی تشنگیتون رو میتونه رفع کنه. من توی ماهواره دیدم که بعضی کشورها موقع تابستون که میرسه جشن موزیک دارن و میریزن تو خیابونا. درکه از اون محله‌های قدیمی شمال تهرانه که همگی شما عزیزان مثل من از اینجا خاطره داری و حداقل چند بار رو اومدین اینجا. آب و هوای خوب، کافه و رستوران های خاطر انگیز و طبیعت زیباش میتونه مهمترین دلایلی باشه که برای یک بارم شده اومده باشین اینجا. مطمئنن اگه بیاین درکه و کوهنوردی از اومدنش پشیمون نمیشین، چون تو مرحله اول از دود و دم ماشین و شلوغی خیابون و سر صدا خبری نیستش. بعدش هم که یه حس و حال خوب براتون به وجود میاد اگرم که با کسی و یا دوستی بیایید که مزهش چند برابر میشه. مسیرش هم که نگم براتون، واقعا نسبت به کوههای دیگه شمال تهران خیلی راحت تره و کمتر خستتون میکنه. من که خودم حداقل 20 سالی هست پای ثابت مسیر درکه هستم و حتی دوران خدمتم توی شهرستان تنها چیزی که بهم حس خوب میداد و حتی مسیرشو قبل خواب توی ذهنم ازش بالا میرفتم همین درکه بودش. توی هر کافه‌ای هم که بری اولین چیزی که به چشمت میخوره هندونه‌های قاطی شده و نشده دور حوضش هستش که هندونه حسابی واسه رفع تشنگیتون عالیه، و یا دیدن و خریدن شاتوت که تو میوه‌ها ملکه زیبایی به حساب میاد. صدای شنیدن رودخونه توی مسیر کوهنوردی واقعا لذت بخشه، حتی اگه هوا مثل امروز حسابی گرم باشه و شرشر عرق کنی، بازم میارزه که روز تعطیلت رو درکه باشی و کنار دوستانت یه روز خوبی رو سپری کنی. بریم یه دور کوچیک توی درکه بزنیم دوستان. خب گریزی بزنیم و بریم در بند و باز برگردیم درکه دوستان.
در بند که تو روزای گرم تابستون به نظر من روزاش خیلی شلوغ نمیشه و شباش حسابی شلوغ و خنک. جون میده بیای شباش اینجا و بری کوهنوردی. خودش خیلی حال میده شبا را رفتن توی کوه در بند. اما حالا که دم ظهر و آفتاب وسط آسمون، بازم خوب جمعیتی که اومدن کوهنوردی. البته دربند به خاطر وجود کافه‌های خیلی زیادی که داره ماشینا خیلی بالاتر میان و تا از این مدل شهری بیای بیرون باید 20 دقیقه راه بری تا دیگه واقعا ماشینی نبینی و فقط دوروبر طبیعت باشه و مردم که اومدن برای تفریح به دربند. یه دوری بزنیم دوستان. توی فیلم دم عیدم اومده بودم در بند دقیقا توی همین مسیری که مشاهده میکنید و بارون حسابی خیسم کرده بودش. همه دارم میدونم که کمتر خیس شم ولی فکر نمی کنم کسی خوش برسه پایین. اما حالا از گرما ورق کردن بدن آدم خیس میشه و کلافه. فقط کیف میده که میرسی پایین بری یه بستنی بزنی و یه آب میوه خنک که به قولی جیگرت حال بیاد. دوری بزنی توی دربند و برگردیم به مسیر کوه درکمون. به به این شمدینی رو نگاه کنید با این گلای خوشگلش. راه رفتن توی مسیر داره که هیچ وقت خسته کننده نیستش، چون برعکس دربند مسیرش یه جاهای سربالایی داره و یه جاهای صافه و یه جاهای مسیر سرپایینی میشه، حتی تو مسیر رفت به سمت بالا. یه دوری هم بزنیم توی درکه بین مردم دوستان. Thank you.
کم کم هوام داره تاریک میشه و رو به خونکی میره. اینجا هم کمی رقص و شادی کوچیک ببین دوستان. ای جونم، شبای مسیر دری که به خاطر نبود کافه‌های زیاد توی مسیرش حسابی خلوته، دقیقا برعکس دربند که کلی کافه توی مسیر و شباش حسابی شلوغ. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید. به امید دیدار.